همه چیز فدای ایران، اسلام و قرآن هم فدای ایران. خب اگه همچو کسی حالا جهادم بره و میدان رو فرض کنین در مثل دفاع 8 سال دفاع مقدسی که ما عملا داشتیم، اونا که یادشون هست، به همین نیت باشه که دفاع از آب و خاک هست و از وطن هست و اینا، اگر برسه به این حد که همه چیز فدای ایران، نه غزه و نه لبنان، جانم فدای ایران، و حالا نه فلان و نه فلان، جانم فدای ایران، همه چیز فدای ایران، اگه این شد ما چقدر از معارف اسلام دور هستیم و داریم حیات خودمون را و عزیزترین بهرهای وجودیمون را که جانمون هست میدیم فدای خاک. اینجا خاکیست فدای این آب و خاک. این کجا؟ تا جان فدای کلمت الله بشوند. این کجا و اون کجا؟ یه عمل ساده ای که در حیوانات هم هست، حیوانات هم ازشو غریز دارن. شاید دید تو تلویزیون گاهی نشون میدن یه حیوانی بچه حیوان دیگری رو که مادرش مرده برم نره شیرش میده نگره. خب این ایثار با ایثار فی سبیل الله و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه یکیست. کجا به کجا؟ اسلام آمده برای یک کار کوچکی، ما اونقدر ارزش قائل شده که با ما مغز خودمون نمیتونیم حسابشو برسیم، اون وقت اونقدر تنزل کنیم که مثل یک مارکسیست دفاع از وطنمون، آب و خاکمون.